درخشش و برق قیام آبان آنچنان بود که همه رو مبهوت کرد. دلاوری، فداکاری، همبستگی، همدلی در این قیام موج می‌زد و هر انسانی رو به فکر فرو می‌برد و هر وجدانی رو مجبور به واکنش می‌کرد. این موضوع البته محدود به ایران و ایرانی نبود، بلکه در سراسر جهان شاهد حمایت گسترده از قیام ایران بودیم. بسیاری از کشورها اقدامات جنایتکارانه رژیم رو محکوم کردند و از قیام آفرینان حمایت کردند. گزارش کوتاهی رو در این رابطه ببینیم و بعد گفتگوی خواهیم داشت با شاهین قبادی و این موضوع رو با او در میان می‌ذاریم. قیام فروزان و شکوهمند آبان برق‌آسا و صاعقه‌وار در سراسر کشور شعله‌ور شد و ضربات مهلکی بر رژیم وارد کرد، به طور که مهرها و سران رژیم آن را به جنگ جهانی تشبیه کردند. از سوی دیگر قیام عظیم آبان چشم جهان را خیره کرد. بسیاری از این قیام حمایت کردند و جنایات رژیم را محکوم کردند. می‌خواهیم نگاهی گذرا داشته باشیم به بخشی از این حمایت‌های بین‌المللی از قیام مردم ایران در آبان 98. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ما استفاده از نیروی مرگبار و محدود کردن شدید ارتباطات علیه معترضان را محکوم می‌کنیم. کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران بر ضد رژیم پشتیبانی می‌کند. برایان هوک رئیس پیشین اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا خامنه‌ای و رژیمش را اشرار خواند و افزود ما قویاً خشونت رژیم ایران و به طور خاص تهدیدات انجام شده توسط سپاه پاسداران علیه مردم ایران را محکوم می‌کنیم. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم اعلام کرد دبیر کل وضعیت جاری در ایران را با نگرانی دنبال می کند. او افزود به خاطر از دست رفتن جانها بسیار متاسفیم. وزارت خارجه آلمان هم اعلام کرد رژیم ایران باید به اعتراضات مشروع تظاهر کنندگان احترام بگذارد. عفو بین الملل کشتار تظاهر کنندگان و سرکوب وحشیانه تظاهر کنندگان را محکوم کرد و به توقف کشتار فراخوان داد. سخنگوی مرکل نیز گفت وقتی مردم ایران در تظاهرات جاری شجاعانه نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسیشان را بیان می‌کنند، این یک امر قانونی و شایان احترام ماست و ما با نگرانی اوضاع را دنبال می‌کنیم و خواهان احترام به آزادی تجمع و بیان هستیم. دونالد ترامپ در جریان سفر برای شرکت در اجلاس ناتو گفت همین الان که صحبت می‌کنیم رژیم ایران احتمالاً در حال کشتن هزاران هزار نفر است. تعداد بسیار زیادی در ایران کشته می شوند تنها به این دلیلی که معترضند. مقام های رژیم ایران بدون آنکه آماری از کشته شدگان ارائه دهند، ارقامی را که رسانه‌ها و گروه های حقوق بشری از کشته شدگان ارائه دادند تکذیب می کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین روز 12 آذر در توییتر خود نوشت ایالات متحده از مردم شجاع ایران که برای دستیابی به آزادی خودشان اعتراض می کنند حمایت می کند. ما در دولت ترامپ این کارا کرده ایم و همیشه خواهیم کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفت در حالی که مردم ایران به خیابانها برای اعتراض می آیند آخوندها در تهران به استفاده از خشونت برای دستگیری و سرکوب مردمشان ادامه می دهند. مردم آمریکا در کنار مردم ایران ایستادند. آن لینده وزیر خارجه سوئد گفت از آمار کشته های ایران وحشت زده ام. هیچ چیز نمی تواند این میزان بی‌رحمی را توجیه کند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد آذری جهرومی کارمند سابق اطلاعات و وزیر کنونی ارتباطات آخوندها که یک مهره کلیدی در کارزار سانسور و مراقبت رژیم ایران است را با توجه به سانسور سرکوبگرانه اینترنت توسط رژیم ایران لیست گذاری و تحریم می کند. وزارت خارجه آلمان هم اعلام کرد ما از گزارشات در مورد کشته شدگان در ایران شوکه شدیم. رفتار ناشایست نیروهای امنیتی رژیم ایران را محکوم می‌کنیم. مردم ایران باید اجازه داشته باشند نارضایتی خود را از تحولات سیاسی و اقتصادی نشان دهند. البته دامنه این حمایت‌های بین‌المللی بسیار گسترده بود و تا روزها و ماه‌ها ادامه داشت و نتیجه جوشش خون شهیدان قیام آبان و کارزار رزمندگانی جوان و مردم دلاوری بود که قیام آبان را شعله ور کردند. آن که برادرم کشت.
خب گزارش رو دیدیم، همراه هستیم با آقای شاهین قبادی تا سوالاتی رو با ایشون مطرح کنیم. سلام میکنیم خدمت شما و تشکر میکنیم از اینکه به این برنامه تشریف آوردید. سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز و همه هموطنانمون در هر کجای ایران اصیل و در هر کجای جهان که هستند، با امید بهروزی و سلامتی برای همشون. به طور خاص میخوام سلام کنم به قهرمانان کانون‌های شورشی، همونها که با اقداماتشون ناقوس مرگ رژیم ضد بشر رو هر روز تنفکم میکنند و نوید پیروزی رو سر میدند. آقای قبادی، ما سوال اولم میخواستم در رابطه با میزان و گستردگی انعکاس و بازتاب قیام آبان ازتون بپرسم، یا کلن قیام ایران در مطبوعات و همچنین واکنش دولت ها. شما این بازتاب رو چطوری ارزیابی میکنید؟ والا فکر کنم که همین گزارشی الان با هم دیدیم بسیار گویا بود. خب واقعیتش اینه که انعکاسات یک روندی رو طی کرد. بله. چون رژیم فکر میکرد که با به اصطلاح بستن سریع اینترنت میتونه مانع از این بشه که جهان بفهمه هم ابعاد قیام چیه و هم ابعاد سرکوب کشتار چیه. بله. واسه همین روزهای اول واقعا یک جنگی باید بگم خدمت هموطنان که در جریان بود، که خب اخبار از ایران به اصطلاح به قول رسانه بینامه کم میرسید، مشکل میرسید و اساسا مقاومت با تلاش شبانه روزی بر اثر اخباری که از داخل ایران میرسید خب سعی کرد این رو بشکن. یعنی رژیم تلاش کرد از این طریق به اصطلاح مانع از این بشه که گفتم هم دنیا یک تصویر واقعی و همه جانبه از ابعاد قیام پیدا کنه و هم از سرکوب کشتار که در جریان است. اما این دیوار شکست و بعد از اون ما اتفاقا نکته‌ای که قابل توجه است این است که در روزهای بعد از قیام اتفاقا انعکاسات گسترده‌تر و گسترده‌تر شدن. حتی بسیار روزنامه‌ها که واقعا در سیاست‌گذاری هم مؤثرن و هم به نوعی هنوز به طرفدار سیاست استمالت بودن، حتی مجبور شدن که گزارشات خیلی مفصلی بدن. از جمله میدونی که مثلا روزنامه یک شنبه نیویورک تایمز پرتیراژ ترین روزنامه است و به صورت اصلی ترین روزنامه یک شنبه کل آمریکا محسوب میشه، یک گزارش مفصول صفحه اولش زد از قیام و ابعاد قیام که خب خیلی به اصطلاح شوکه کننده بود و همینجور دیگه این ادامه پیدا کرد طبعا و برای هفته ها میشه بگم که ادامه داشت و دیگه به رسانه تلویزیون ها کشید، به خبرگزاری ها مستمرن اخبار میدادن و موضوع بحث شد. خب اخبار که از یه نقطه میگذره دیگه همه میدونیم دیگه از خبر خارج میشه، بحث راه میبره به تحلیل. بله. تفسیر، تاثیرگذاری و به طور خاص سیاستگذاری. و همونجور که الان تو همین گزارش هم به خوبی دیدیم یه دولت مردان وارد صحنه شدند و بسیاری از کشورهای غربی در بالاترین به اصطلاح مقاماتشون شروع کردن به موضع‌گیری و محکوم کردن سرکوب قیام مردم از یک طرف و حمایت از خاص مردم ایران و اینکه اینا مردم ایران چیزی جز حقوق بر حقشون نمیخوان. یعنی میخوام بگم این بار رژیم فکر میکرد که مثلا با جنبندی به زعم خودش قیام 96 و بستن راه‌های اخبار و اطلاعات میتونه مانع از این بشه که خبررسانی بشه، ولی اینجا یک عنصری عمل کرد که فکر کنم تمام معادلات رو عوض میکنه. یکی واقعیت صحنه و اینکه مقاومتی هست که در سطح بین‌المللی حاضر فعال حضورش در طی 14 گذشته به عنوان یک عامل تغییر دهنده و تعیین کننده تثبیت کرده. خیلی جاها خیلی ها بهش استناد میکنن و این بار هم معادله رو عوض کرد. اما واقعیت هم اینه که اگه بخوام گزارشی به شما داده باشم، یک جنگی در جریان بود در این رابطه. بله. و که این جنگ در حقیقت بازتاب جنگی بود در خیابون به پیشتازه کانون شورشی و خلق قهرمان در جریان بود، این هم در سطح بین‌المللی. بله. خب شما اشاره کردید به این موضوع، ولی الان این سوال پیش میاد که خب با توجه به اینکه بالاخره این اخبار درز میکنه یا اینکه جهان خبردار میشه، چرا رژیم اینقدر تلاش میکنه که اخبار چنین تظاهرات یا اعتراضات مردمی به بیرون درز نکنه؟ مگر چه ضررهای عاجلی برای مثلا چنین رژیمی درز کردن اخبار یا رفتنش تو رسانه ها داره؟ خب شما یه رژیمی روبرو هستید که میلیون ها نفر در خیابان ها دارن شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور سر میدن در بیش از 160 شهر و بیش از 900 نقطه به قول خود ارقامی که خود رژیمی ها دادن درگیر شدند با رژیم و مراکزش رو و نهادهاش رو و به اصطلاح ارگان‌های سرکوبگرش رو مورد تهاجم قرار دادن. خب همه اینها از دید یک فرد خارجی نشان از چیست؟
بی‌آیندگی، بی‌ثباتی، در آستانه سقوط بودن رژیم، بالاخره اینها راه میبره به سیاست‌گذاری‌ها و مابعدهای مادی مشخصی داره. اینا گفتم فقط در حد خبر که نمیمونه و خب هیچ کس حاضر نیست. یعنی در بهترین حالت اینه که وقتی حکومتی در با چنین وضعیتی روبرو است، اولا آینده بسیار روشنی نداره، یعنی کاملا بی‌ثباتیش دیگه داره به خودش گویاست. از اون طرف اصل بنا و سنگ بنا در هر سیاست گذاری تعادل قواست، موازنه قوا. خب این یک رژیم فوق العاده ضعیف، رژیمی که از طرف مردمش طرد شده و علارغم 14 سرکوب مردمش این چنین میان که تمامیت رژیم رو نفی میکنند و راه به آینده دارن باز میکنند. خب رژیم هیچ عقل سلیم حکم نمیکنه که رژیمی که اینقدر ضعیفه و در آستانه سرنگونی، طبعا تمام تلاش رو میکنه که اینا منعکس نشه، چون میدونه مابعضای سیاست گذاری داره، ضعیفتر خواهد شد، ایزوله تر خواهد شد. این ایزولاسیونی که در داخل کشور باش روبروست مابعضای مادی بین‌المللی پیدا میکنه. لذا خب طبعا رژیم با تمام قوا تلاش میکنه که یا اخبار منتقل نکنه یا به اصطلاح دیگه اونجا که مجبور میشه، یه واقعا اینقدر سرسخت بزرگ است که مینیمیزه کنه، بعد با انواع اقسام دروغ ها و دروغ پراکنی ها به اصطلاح سعی کنه که موضوع رو طور دیگه جلوه بده، ولی نهایتا شکست میخوره در این نبرد به چند دلیل. اولا که اساس ارتباطات هست، ثانیا به خاطر اینکه یک مقاومتی هست که هم در داخل و هم در خارج ایران حضور داره. ببینید یک نقیصه تاریخی در اوج جنبش های مردم اونجا حل شده. جنبشی هست که نه فقط در خیابان به اصطلاح حرف میزنه و کارو پیش میبره، بلکه ارگان های سیاسی خودشو داره، در سطح بین المللی هم بازتاب میده، بله، سخنگوی خودشو داره، نمایندگان خودش رو داره و به همین دلیل راه رو بر رژیم میبنده، حتی بر متحدین رژیم میبنده. بالاخره رژیم در طول این سالان از کیسه مردم ایران به خیلی ها منافع رسونده. اونها هم تلاش میکنن با انواع اقسام به اصطلاح ابراز شک و تردیدها مانع از این بشن که ابعاد واقعی قیام و اعتراضات بارز بشه. اما گفتم مشخصا در قیام آبان ابعاد قضیه و ویژگی‌هاش، سرعتش، خواست یک صدای مردم، حضور زنان و جوانان، نکته قابل توجه اینه که نقاطی مورد هدف قرار گرفتن تماما مراکز حکومتی بودن، یک مورد از این که مثلا اموال خصوصی یا ملک شخصی مورد حمله قرار بگیره وجود نداشت. شعارهایی که تمامیت رژیم رو نفی می‌کرد، شعارهایی که مشخصا در قیام دی سال گذشته هر دو جناح و هم حکومت به اصطلاح دیکتاتوری قبلی و دیکتاتوری فعلی رو نفی می‌کرد، یعنی که مردم راه به آینده دارن باز می‌کنن، بارز می‌کرد، طبعاً معادلاتی رو در صحنه سیاسی راز بنامه تغییر میده که داد. همونجوری که شاهد بودین بعد از سال‌ها بالاخره ما شاهد بودیم موضوع نقض حقوق بشر، سرکوب مردم ایران به موضوع بس در شورای امنیت ملل متحد، یعنی بالاترین ارگان سیاست گذاری در سطح جهانی و امور امنیت جهانی بالغ شد. این رو هم کی رقم زده؟ نه خواست بالایی ها، نکته قابل توجه اینه، بلکه اراده و عزم و جنگ مردم، همونا که در کف خیابون ها ریسک پذیرفتن، قیمت دادن، شجاعت کردن و توسط مقاومت ایران منعکس شده. در حقیقت اینجا مردم مقاومت ایران یک پدیده رو به نوعی دارن نمایندگی میکنن. بله، در همین راستا که شما گفتید من به خاطر آوردم که موضوع تعداد جانباختگان قیام که 1500 تا رو مقاومت ایران به عنوان حداقل مطرح کرد، چقدر زود به عنوان یک آمار رسمی توسط خیلی از رسانه ها یا حتی منابع دولتی گفته شد. یعنی اگر چنین چیزی رو مقاومت ایران اعلام نمی کرد طبعا نبود. ولی در رابطه با سوال بعدی که دارم، شما به خوبی اشاره کردید که ربط پیدا میکنه به سیاست گذاری. اگه بتونید در این رابطه اگر نمونه هایی دارید که واقعا راه برده به سیاست گذاری یا عواملی که در این کار دخیل هستن بیشتر توضیح بدید، تشکر میکنم. خواهش میکنم. ببینید، من به نکته که شما اشاره کردین میپردازم، چون یک وجه این نبرد من باب گزارش به هموطنانمون بگیم اینجا همین ابعاد قیام و سرکوبی رژیمه. یک موضوع جنگه، یک موضوع درگیری است.
اما قبل از اینکه به اون بپردازم، ایاتون باشه آمریکا مثلا در تاریخ مثلا گذشته نزدیک، در 8 می 2018 آمریکا تصمیم گرفت که از برجام خارج بشه. در 21 می 2018 مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اومد 12 ماده اعلام کرد برای اینکه مثلا شروط آمریکا برای اینکه رژیم دوباره چیه بپذیره با رژیم مذاکره کنه. جهت یادآوری، اون 12 ماده تماما حول یا موضوع اتمی بود، یا موضوع تروریسم بود، تروریسم خارجی رژیم بود، یا موضوع دخالت رژیم تو منطقه بود، یا موضوع موشکی بود، درست؟ و یا مثلا گروه های تروریستی و گروه های افراطی که رژیم به اصطلاح تامینشون میکنه یا به اصطلاح حمایتشون میکنه یا تاسیس کرده. حتی هیچ اشاره‌ای به حقوق مردم ایران، هیچ اشاره‌ای به حقوق بشر در ایران توش نبود، در هیچ کدوم از این 12 ماده. این موضوعی بود که مقاومت ایران سالها روش تاکید کرد. حقوق مردم ایران رو به رسمیت بشناسید، حق مردم ایران رو برای تغییر این رژیم به رسمیت بشناسید، اعتراض بکنید به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم. خب مردم ایران به اعتراضات و قیام‌هاشون ادامه دادند. در ژوئیه و اوت 2018 ما شاهد اعتراضات، ادامه اعتراضات و قیام‌ها بودیم. دیدیم که تدریجاً دولت مردای آمریکا چیه؟ لحن صحبتشون عوض شد. صحبت شد از حقوق مردم ایران، از به اصطلاح حق حقوقی که اینا دارن، درست؟ حالا برمیگردم به اون نکته شما گفتین سر آمار قیام. در قیام به اصطلاح سال گذشته، خب مستمرم سازمان مجاهدین با توسط به شبکه‌اش آمار میداد. اول بار ما در 4 دسامبر 2019 گفتیم تعداد قربانی از 2000 نفر بیشتر شد. روز بعد آقای بران هوک که یک مثلا نماینده ویژه آمریکا در مورد موضوع ایران بود، در بریفینگ خبرنگارا گفت آقا آمار ما میگه که تا 1000 نفر کشته شدن، که بلافاصله نیویورک تایمز و آسوشیتد پرس اینا گفتن که این آمار رو قبل از بران هوک سازمان مجاهدین اعلام کرده بود. تاکید میکنم دقیقاً کارکرد همون بحث معروف کس نخارت هست. بله. که ذره به ذره و آجر به آجرش توسط مردم و مقامات ایران چیده میشه. بله، مجددا تشکر میکنیم از این گفتگو. ما همچنان مشتاق هستیم تا سالگرد قیام هم داره نزدیک میشه که میزبان شما باشیم در گفتگوهای بیشتر. بینندگان عزیز، گفتگویی بود با شاهین قبادی در رابطه با بازتاب اخبار قیام آبان در رسانه‌های خارجی و همینطور بر سیاست‌گذاری دولت‌های خارجی. در یک نگاه رو در اینجا به پایان می‌بریم. خدا نگهدار.